وقت شما بخیر، همراه ما هستید در ایندیپندنت فارسی و گفتگو درباره انتخابات اسرائیل و پیروزی ائتلاف راست به رهبری بنیامین نتانیاهو، انتخاباتی که معادلات سیاسی در منطقه را تغییر خواهد داد. در این زمینه گفتگو می‌کنیم با آقای مناشه امیر، کارشناس مسائل خاورمیانه. خیلی خوش آمدید آقای امیر و ممنون که دعوت ما را قبول کردید. درود بر شما و درود بر ملت بپاخواسته ایران و تسلیت عمیق به خانواده های داغدار در اختیار. خیلی متشکرم. جناب امیر، همونطور که دولت جدید گفته احتمال حمله نظامی به تأسیسات اتمی ایران در این دولت زیاده. چنین اقدامی چه تأثیری در منطقه خواهد داشت و واکنش های بین المللی و واکنش های کشورهای اطراف و منطقه چه خواهد بود به این اقدام؟ بله، آقای نتانیاهو هرگز نگفته که ما حمله خواهیم کرد. گفته با تمام امکانات خودمون از اتمی شدن رژیم ایران جلوگیری خواهیم کرد و این امکانات تنوع بسیار داره و فقط مسئله حمله نظامی به تأسیسات نیست. ممکنه که به این بیانجامه، ولی پیش از چنین حمله‌ای باید امکانات دیگر رو مورد بررسی و اجرا قرار داد، تجربه کرد. و همیشه اسرائیل گفته است که اگر تهدید نظامی به دنبال اقدامات نباشه زیاد نتیجه بخش نخواهد بود و واکنش ایالات متحده رو ما ساعتی بعد از رأی اعتمادی که آقای نتانیاهو گرفت و سوگند وفاداری که وزیرانش ادا کردن از زبان پرزیدنت بایدن شنیدیم که گفت ایالات متحده با اسرائیل همراه در زمینه جلوگیری از اتمی شدن ایران. آنچه که گفته شد که صحنه خاورمیانه رو تغییر خواهد داد، فکر نمی کنم اگر مسئله فلسطینی ها رو ما کنار بگذاریم روابط اسرائیل با عرب بهبود خواهد یافت و به تدریج به صورت رسمی کامل و دوستانه پیش خواهد رفت. در مورد حکومت ایران میتونیم بگیم که اسرائیل از نظر علنی سیاست قاطعانه تری رو در پیش خواهد گرفت و این در حالی که دولت پیشین اسرائیل مال آقای یائیر لپید و نفتالی بنت ترجیح میداد که بدون سر و صدا و در اتاقهای دربسته با ایالات متحده این مشکل رو حل بکنه. بله. و به نظر شما واکنش کشورهای همسایه، کشورهای منطقه به این موضوع چه خواهد بود؟ چون اسرائیل به هر حال از چند سال پیش عادی سازی روابطش با کشورهای منطقه رو آغاز کرده بود و تا حدی پیش رفت در این زمینه. مشخصا کشور عربستان سعودی گفته بود که به شرط به رسمیت شناختن کشور فلسطین این روابط رو عادی خواهد کرد. سرنوشت کشور فلسطین در این دولت جدید چه خواهد بود به نظر شما؟ ببینید، جز ملک عبدالله پادشاه اردن ما هنوز اعتراضی رو نسبت به برپایی دولت جدید نشنیدیم. آقای نتانیاهو همیشه از پیشرفت روابط با عربستان سعودی سخن گفته و به اون افتخار کرده و الان هم در مراسم ادای سوگند و پس از اون هم تاکید کرد که بیشترین تلاش رو خواهد کرد که با عربستان سعودی کنار بیاد و اگر عربستان دولت ریاض با اسرائیل صلح بکنه این واقعا انقلابی در جهان عرب و جهان اسلام میشه، چون عربستان سعودی کلیددار یا خادم حرمین شریفین و این نقشه رو به کلی عوض میکنه. تا چه حد موفق بشه یا نه قابل پیش بینی نیست، ولی عربستان به علت اینکه خادم حرمین شریفین نامیده میشه و در حدود 20 سال پیش یک طرح صلحی رو ارائه کرد که شامل شناخته شدن کامل کشور فلسطین توسط اسرائیل بود، در حال حاضر دولتی که ما در برابر داریم تصور نمی کنم که حاضر باشه به فلسطینی ها امتیازاتی بده، به ویژان که نه فقط اکثر وزیران دولت جدید اسرائیل راستگرا هستند، بلکه در داخل فلسطینی ها نیز ضعف و فروپاشی شدیدی دیده میشه. آقای محمود عباس بیمار مسن، چندان کارایی نداره، بعد حماس هست، جهاد اسلامی هست
تفرقه و شکاف هست بین فلسطینی ها و در چنین وضعیتی سازمان های تروریستی فلسطینی هم فعالیت خودشون رو علیه اسرائیل شدت بخشیدن، این است که تصور نمی کنم که در دوران نخست وزیری جدید آقای بنیامین نتانیاهو ما شاهد پیشرفتی در مذاکرات یا رفع اختلافات بین اسرائیل و فلسطینی ها باشیم. بله، به نظر شما دولت افراطی جدید چقدر به اروپا و به غرب نزدیکه، به سیاست های اونا در قبال ایران؟ ببینید، در مورد سیاست دولت جدید در برابر فلسطینی ها و همچنین بعضی قوانین و سیاست هایی که حکومت جدید ممکنه در قبال همجنسگرایان در اسرائیل و افراد سکولار و دیگران اعمال بکنه که مورد انتقاد اروپا هم قرار گرفته، اروپا در این زمینه دنبال رو ایالات متحده است. اونها هم نمیخواهند که حکومت ایران به بمب هسته‌ای برسه، اونها هم میخواهند که برنامه های موشکی رژیم ایران محدود بشه، اونها هم خیزش مردم ایران رو مورد تحسین قرار دادن و اونها هم سرکوبگری رژیم ایران علیه ملت رو توبیخ و نکوهش کردن. در این مورد ممکن است که اسرائیل موفق بشه همگامی و همنوایی کشورهای اروپای غربی و ایالات متحده رو جلب کنه، کار آسونیه، و در این مورد یک اتحادی تشکیل بشه بین اسرائیل، ایالات متحده و کشورهای اروپای غربی برای مهار کردن هرچه موثرتر و زودتر حکومت اسلامی ایران. اعتراضات اخیر ایران شرایط رو برای گروه های نیابتی ایران در خارج از مرزهای ایران دشوار کرده. ما میدونیم که جدیداً این گروه ها کمتر از طرف ایران حمایت میشن. این روی کرده دولت ائتلافی جدید در قبال این گروه ها، مشخصاً حزب الله لبنان، چه خواهد بود؟ تصور نمی کنم که در این زمینه تفاوتی بین دولت آینده آقای نتانیاهو و دولت پیشین نفتالی بنت و یایر لپید باشه. اونها اسرائیل همیشه با خطرات حزب الله رویارویی کرده، ازش آگاه بوده، تلاش کرده که حزب الله اسلحه بیشتری به دستش نرسه، جرأت تعرض به اسرائیل رو نداشته باشه. ببینید الان حدود 13 سال از آخرین جنگ اسرائیل با حزب الله لبنان میگذره، جنگی که در اون حزب الله به شدت آسیب دید و از اون هنگام تا کنون جرأت نکرده که به اسرائیل تعرض بکنه، به خاطر اینکه هر گونه تعرض حزب الله ممکنه ضربه شدیدتری رو بر این سازمان وارد بکنه و اون رو ضعیف بکنه و شاید هم در آستانه فروپاشی قرار بده. این است که دولت جدید اسرائیل همه این سیاست رو ادامه خواهد داد، همچنین در برابر جهاد اسلامی آزادی فلسطین در غزه که توسط حکومت ایران برپا شده و همچنین علیه گروه حماس و همچنین علیه گروه تروریستی جدیدی که در کراده باختری به وجود آمده و نام خودش رو گذاشته دهان شیر. دولت جدید با قاطع لاقل قول داده و من فکر میکنم که اجرا خواهد کرد که با قاطعیت شدیدتری در برابر ترور فلسطینی مقاومت خواهد کرد و تلاش خواهد کرد که اون رو کاملا سرکوب بکنه. بله، خیلی متشکرم جناب منشأ امیر از وقتی که در اختیار ما گذاشتید و ممنون از شما بینندگان عزیز که در این گفتگو تا اینجا با ما همراهی کردید. پاینده باشید.